خدمت همراهان گرامی کانال یورلوک تیوی نگاه شما. خب امروز داریم میریم به روستای یا شهر پشم بگیم. شهر پشم من فکر نکنم جذابتر، دلپذیرتر و زیباتر و خنکتر و پاکتر از پشم وجود داشته باشه، حداقل برای شهر آلوده و شلوغی مثل تهران که به شدت ملال‌آور به خصوص تابستون‌هاش. در تابستون اومدیم به پشم. این هوایی که می‌بینید فکر نکنید دم غروب اومدیم، الان غروب نیست، حدوداً 20 دقیقه به 4 عصر هستش. توی تابستون باید آفتاب نسبتاً شدیدی باشه، هوا ابری شده و یه باد خنکی هم میوزه و همین باعث شده که پشم بسیار الان هوای دلپذیر و آرامش بخشی داشته باشه. عبت میکنیم حداقل تا این روزهای انتهایی تابستون که مونده برای فرار از کثیفی و گرمای تهران شده، حتی برای یک دور رانندگی به پشم تشریف بیارید. پشم ابتدای جاده پشم به خصوص از سمت لواسون که جاده اصلیش هستش، اگه تشریف بیارید به شهر پشم شما میتونید رستورانای بسیار عالی و کلاس بالایی رو مشاهده کنید که اگه تمایل داشته باشید اونجا صرف غذا کنید یا استراحتی بکنید. یک مورد دیگه ای هم که لازمه من در رابطه با پشم خدمتون بگم، یک زمان این روز این شهر بسیار بکر بود نسبت به لواسان و خب لواسان چون گرانتر بود خیلی ها می اومدن به پشم، بخواهی میخواستن نزدیک لواسان باشن. خب لواسان جایی کلاس بالاتری بوده و هست البته، ولی یه چند سالی هستش که پشم هم از اون بکریش در اومده، هرچند هنوز هم رفتن به پشم خالی از لطف نیست و به نظر من شاید به اندازه یه لواسون کلاس بالا نباشه، ولی خوبیای خودش رو داره و هنوز یک بافت سنتی مدر بین این دو بافت انگار مونده داره و واقعا بزرگ شده نسبت به شاید 20 سال پیشه و البته که قشنگتر و البته که نسبت به لواسون هوای بسیار بهتری هم داره، هرچند زمستوناش بسیار سرد میشه و ممکنه بعضی مسیرهاش بسته. قبلا چند تا دو سه تا ویدیو از پشم ما گرفتیم، این میدون امام خمینیشه که ما میریم به سمت زایگان. بله عرض میکردم پیشتر ما چند تا ویدیو از پشم گرفتیم خدمتتون میدیم، حتما مشاهده بکنید، در کانال هستش. از آب و هوای برفی پشم، جاده برفیش فیلم گرفتیم، از بهارش گرفتیم، این هم از تابستان خنک و دلپذیر پشم. عجیبه این نخله انگار خوش شده، بسیار بالای نخله کاشته شده. اینجا یکی از زیباترین قسمت‌های پشم هستش که من در فصول مختلف اینجا رو فیلم گرفتم، این بارم در تابستون خالی از لطف نیستش که اینجا رو نگاه بکنید. این تیکش به خصوص درختان نسبتاً پرشماری داره که خیلی پشم رو تیکش به سمت زایگان که میره رو جذاب کرده. پشم هم مثل لواسون بسیار بزرگ شده، کلی روستا و دهستان در واقع زیر نظر پشم هستش و پشم هم الان برای خودش اسم و رسمی در کرده، یعنی مدتی هستش و در اینجا هم ویلاها و زمینها بسیار گران هستن، قطعا نه به اندازه لواسون، ولی بعضی مناطقش ممکنه همپای حتی لواسون قیمت داشته باشه، ولی جایی که مناسب ترم هستن هم در واقع گرونه، قیمتاش با تهران خیلی جاش برابری میکنه، بالا شهر تهران به خصوص.
کاشان، فشم، میگون یا شهر رودبار قصران هستش. یکی از شهرهای شهرستان شمیرانات. این شهر از سطح دریا 1917 متر هستش. همونجوری که میبینید مرتفع‌تر از در واقع لواسون هستش و این قسمتی که ما الان هستیم قطعا از این هم مرتفع‌تر هستش. شهردار این شهر اگه اشتباه نکنم آقای رضا ریاهی هستش. فاصله‌اش با تهران، با شمال شرق شهر تهران 25 کیلومتر هستش. تو شمال این شهر، شمال شهر فشم، سه تا پیست اسکی بسیار مشهور هستش: شمشک، دربند سر و دیزین، که قطعا احتمالاً اگر ساکن تهران باشید یا حتی اگه نباشید هم اگر به تهران سفری داشتید به خصوص در تابستون یا گاه زمستون حتما به یکی از اینها احتمالاً سر زدید. بله، یه نصفه مزرعه کوچکی از گل آفتاب گردان بودش. جمعیت این شهر طی آخرین سرشمالی که در سال 1390 انجام شده 7994 نفر هستش که شامل 2509 خانوار میشه. البته الان قطعا جمعیتش بیشتره، ولی خب خیلی نمیشه جمعیتش، چون بسیار از ساکن این منطقه مثل لواسان ساکن بومی نیستن. زمستون اگه فیلم قبلی رو ببینید که از زمستان این شهر فیلم گرفتیم، برفی هستش در واقع، بسیار برف سنگینی میباره، گاه اینجا داشت اصلا بسته میشه این قسمت ها به سمت زایگان. خب اگه دقت کرده باشید، این تیکر البته نمیگم، یه تیکه که نسبتاً ابتدای ویدیو نشون دادیم، دو تیکه میشد و ما دست راست رفتیم و گفتیم سمت زایگون یا زایگان یا روستای زاگون پله، دست راست بود و یک دوراهی بود بهش میگن دوراهی پشم، و دست چپش میشه سمت در واقع دربندسر و شمشک و دیزین، که ما الان در مسیر سمت چپ اون دوراهی فشم هستیم و همونجوری که گفتم هوای دلپذیر و خنک در با پسین نفس های مرداد ماه رو داریم استفاده میکنیم. امیدوارم شما هم بیایید حتما تا پاییز نیمده، هرچند پاییز و زمستون همینجا زیبایی های خاص خودش رو داره. یک شهر ییلاقی و تفریحی برای بسیاری از تهرانی ها هستش به خاطر وجود رستوران ها و قهوه خونه های متعددی که اینجا هستش و ویلا سازی های بسیاری که در شهر فشم
در جای جای و نقطه نقطهش صورت گرفته. خب خواستم این تیکرم فیلم بگیرم. اینجا همون دوراهیه که خدمتتون عرض کردم، اون میدان امام خمینی و بولوار امام خمینی دوراهیه. ما هم در واقع در دست چپش هستیم، میخواییم به جداش بریم و اون دستش دست راستش بود که پیشتر رفتیم و اینجا در واقع بولوار امام خمینی هستش، بولوار اصلی در واقع شهر فشم هستش. از اینجا به جای جای دیگه فشم، پایین دست سمت رودخانه یا روستاهای دهستانهای خیلی کوچیکش هم راه داره، دسترسی داره. متوجه بلد باشید اینجاها رو برید، ممکنه تا این براتون مشکل باشه. بودن ساعت 4 بعد از ظهر هستش با یه هوای ابری. این هم رودخانه فشم، البته پر آب تر از این باشه ولی پر آب نیست و گلالوده. گلالودیش هم به علت این سیل دو هفته پیش سه هفته پیش تهران هستش. ویلاهای لب رودخانه بسیار زیبا و قشنگی داره، اگه بتونید اجاره کنید بسیار عالیه، دلپذیره. تو شب حتی وسط مرداد ماه هم هوای بسیار خنکی داره. همینطور که می‌بینید روبرو هم یک ویلایی هستش بسیار زیبا، ویلای لب رودخانه فشم اصلا مشهور هستش. باز دوباره اومدیم به بولوار اصلی فشم، از اون در واقع سرازیری و سربالایی خاص اومدیم بیرون. خود مشکل اونجا با ماشین رفتن به خاطر اینکه اگه بلد نباشی ممکن اونقدر تو جای تنگی گیر کنی که به قول معروف نه راه پس داشته باشی نه راه پیش. تا اینجای ویدیو که در واقع داریم رو به پایان میریم از ولاگ کوتاهی که در رابطه با شهر فشم گرفتیم خوشتون اومده باشه. شهر بسیار زیبا و خوش آب و هواییه، پشیمون نمیشید اگه یک روزتون رو یا یک پیکنیک کوچیک حتی اینجا بگذرونید و امیدوارم استفاده کرده باشید. در دوران کرونا که خیلی از جاده ها بسته شده بود، بسیاری از تهرانی ها فشم و لواسان رو قبلا انتخاب میکردن، این دفعه تعداد بیشتری انتخاب کردن و
به خاطر اینکه در واقع جزء استان تهران محسوب میشد و تو دوران قرنطینه محدودیتی برای سفر به اینجا وجود نداشت. ویلاها اینجا همینجوری گرون بود، شبیه بودن دو سه تا، ولی در اون دوران در واقع قیمتش دیگه سر به فلک کشید و یه موقع ویلای شبیه 2-3 میلیونی رو شبیه 5 میلیون بودن بعد شما اجاره میکردید. البته که اول هفته اینجا قیمت ها پایین تر هستش، آخر هفته فشن و لباسون مودشون اینجوری هستش که یعنی پنجشنبه و جمعه به خصوص پنجشنبه که دقیقاً قیمت دو برابر میشه. اگه ویلای شبیه 2 تومن باشه که تو لباسون بعید میدونم ویلای پیدا کنی شبیه 2 تومن، آخر هفته میشه شبیه 4 میلیون، به دلیل اینکه خب خیلی نزدیکه، خیلی ها دلشون نمیخواد مرخصی بگیرن یا وقت و امکان مرخصی گرفتن ندارن و مجبورن آخر هفته به اینجا بیان، یا مثلا ترجیح میدن که مسافر یک روزه رو مرخصی نگیرن. ولی خب خوبیش اینه که خیلی نزدیک به تهرانیا، بعدیش اینه که آخر هفته قیمت‌های بالا دیگه بالاتر میره و بسیار گرون و پرهزینه میشه. اون رودخونه هم که دیدین اون رودخونه فشن بود، اگر خواستین بیایید فشن سعی کنید ویلاهای لب رودخونه رو ببینید، همه ویلاهاش خوب و عالیه ولی ویلای لب رودخونه قطعا بهتره. یک نکته دیگه هم هستش، فشم خیلی دره ماننده، بالا و پایینش زیاده، دیدیم که یه جا رفتیم خیلی میرفتی پایین، بنابراین ویلاهایی که میگیرین ممکنه یه موقع درش لب جاده باشه یهو 50 تا پله حتی پایین برین تا به خود ویلا برسید، و بعضی ویلاهای بسیار شیک اینجا از دم در ورودی که لب جاده هست آسانسور داره تا به خود ویلا برسه، یعنی در این حد اونایی که با امکانات هستن، یا چند تا ویلا هستش که دم در یه چیزی حالت سورتمه یا تلکابی مانند داره، با برق کار میکنه و دو نفر طرف از در ورودی ویلاش سوار میشه، مال خود در واقع همون ویلا هستش، و به ویلا که پایین تر هستش، پایین دست هستش، سمت به خصوص رودخونه ها میره. این شکلی هستش، یعنی اگه سن بالا هستید و براتون مشکل هستش قطعا اینا رو مد نظر داشته باشید برای اجاره ویلا به خصوص توی فشن. ولی لواسون تقریبا به این شکل نیستش و شهر چون خیلی پهنش بیشتره و کلن در دره هستش، زمین ها بود زیادی یک دست هستن، اونجا هم جایی مرتفع و پایین دست داره، ولی که ویلا مثلا درش لب جاده باشه خودش پایین لب رودخونه باشه تقریبا بسیار بسیار کم، ولی تو فشن خیلی از ویلاها بخصوص ویلاهای با صفا به این صورت هستن. امیدوارم خب خیلی پرحرفی نکرده باشم، سعی کردم اطلاعاتی نسبتا جامع مختصر و مفید، هرچند خیلی هم مختصر نشد، خدمتتون عرض بکنم و مرسی که در این ویدیو هم همراه ما بودید. لایک یادتون نره، ممنون میشم اگر اطلاعاتی دارید، جای باحالی رو توی فشن میشناسید که ما نمیدونیم و ندونستیم معرفی کنید، پیشنهاد بدید، مثلا بریم فیلم بگیریم و نظرتون بنویسین چجوری بود این ویدیو، براتون مفید بود نبود، لذت بردین از تصاویر حتی اگه صحبت های من اگه مفید نبود یا نه، خوشحال میشم بدونم آیا کسی که داره این ویدیو رو نگاه میکنه ساکن فشن هم هستن یا نه، و اینکه لایک هم یادتون نره، کامنت یادتون نره، اگه از ویدیو خوشتون اومد یه تا حدودی دیدین به درد کسی میخوره ممنون میشم حتما و حتما این ویدیو رو به اشتراک بگذارید، اشتراک گذاری این ویدیو خیلی به ما کمک میکنه، و مورد بعدی که خیلی به ما کمک میکنه قطعا سابسکرایب های شما عزیزان هستش، کانال رو مشترک بشید به دیگران هم پیشنهاد بدید. مرسی که هستین، مرسی که همراه ما هستید، به ما امید میدید برای ادامه کار. دم همتون گرم، با هاتون خدافظی میکنم. الان حدودا ساعت نزدیک 4:30 بعد از ظهر هستش، از این هوای خنک عالی در واپسین نفس های مرداد شما رو بدرود میگم تا درودی دیگر. ممنون از همراهیتون با کانال Your Look TV.